با عرض علاقه خدمت اون دسته از دوستان که دارن الان این برنامه رو می‌بینن، من مدت 3 سال است که در تیم رد عضویت دارم. از اون اولم تیم خیلی خوب شروع کرد و در برابر تیم‌های دیگه قوی ظاهر شد. دیگه فعلا عرضی ندارم، بچه ها بگم. منم همین 3-4 ساله که دارم تو تیم رد بازی میکنم. زمین خالی که الان برای خرابش کردم که الان دارم حرف میزنم. آقا ناصر واسه اون زحماتی زیاد کشید، ما رو صبح پاپشنگری میبرد، درس اخلاقم زیاد یاد میداد. بعدا یه خاطری هم دارم، ما یه بار میخواستیم بریم یه مسابقاتی که جامعه بود، بعدا بهش اونجوری بحث کردیم که چجوری بازی کنیم اینا. آخه تا موقع خیلی قوی بودیم، مثلا خیلی از تیم‌ها رو همه رو می‌بردیم. بعد از سوپان که الان تو جمع ما نیستش، یه هفته هم جوی بسه جمع گفتش که حالا ما جمع بردیم کجا ببریمش. آخرش بعد همه زدم زیر خنده، گفتم حالا شما جمع ببر. بعد آخرش هیچی، رفتیم مسابقات 4 تا بازی کردیم، 4 تاش هم باختیم. ولی با اینکه 4 تاش باختیم نفر پنجم شدیم. همه شما نتیجه 20 بیستف نه میده چرخ زدی؟ خوندن و خب حالا باید الله با خدمت عزیزم، من شان عزیزاد هستم، 5 سال جزئیات تیم رد دارم، 4 سالی که مربی آقای نصرت جاره ازش هم خیلی تشکر میکنم که به ما رو میبردش پارتی جنگلی، در تحقیقا به ما میداد. همیشه هم با هم دیگه مثلا بحث همون شدهش ما راه نماییم که چیکار کنیم چیکار نکنیم. حالا که دیگه میخوان از ما دور بشن، دیگه دلم بودم یه خاطره که دارم از تیم رد اینه که یه بار ما تیممون با یه تیمی بودش بازی میکردیم، 4 تا ازش عقب بودیم، بچه ها همه شیرازش نشته بود به هم که چیکار کنیم چیکار نکنیم، دست به دست هم داریم با هم دیگه متحد شدیم، قشنگ تیمشون رو شکست. خب حالا بچه ما الان خبردار شدیم که آقا نصرت هم اومد، تصمیم سراش کنیم تا آقا با ایشون هم مصاحبه داشته باشیم. سوپان هم هست، سوپان هم سنه؟ یکی معرفی کنیم، یه صحبت کنیم، صدا قسمت در میزنیم. حالا میزه بله رعده کنیم، بله این تیم رعده کنیم، برهان رو داشته، ولی در هست اسم تیم چون خیابون ما شاهین بود از قدیم، به نام همون شاهین تیم شاهین هم بود. آقا سالار دروازه‌بان تیم شاهین بود، الان بوده بعد نه اگه هر صحبت داره باید بکنه، موقعی که من صحبت کنم نباید خواهد زیادتون نه. بله یکی از بهترین دروازه‌بان ها، مخصوصا تو پای تک به تک ها خیلی خوب میگیره، تخصص خیلی خوبی داره. بگیره آقای شایان میشه گفتش که ما از این شخص دفاع وسط و یا میشه گفت بهتره لیبرو استفاده میکردیم. فقط این بازی آخر که پاش اذیت میکرد، ما یه بود یه مساوی مساوی با تیم آقای سامان داشتیم، درسته؟ بله واقعا. دیگه آقای برهان علیزاده با این تکنیک های به خصوصش یه وقت میدیدی واقعا همه رو شیفته خودش میکرد، از همون دم دروازه دیری میکرد زمان بیاد خب الان یک نکتر یاد رو با پرستگاهی انجام بده خوبه، اما همیشه باید همکاری باید داشته میشه، بسیار بازخون خوب با تکنیک با باید. آقا شیرینم واقعا ضربه‌های سرش دیدن مخصوصا من چند بار مشاهده کردم، بسیار عالی بسیار عالی. شیرین اگر یک مقدار نفس زیاد کنه بهتره نمیدن بشه. میرسیم به آقا سبحان. آقا سبحان هم دیگه احتیاج به تعریف نداره دیگه، تو دیگه همه میشته سرعت هم برگشت
سرعت اولش بسیار بسیار عالیه، واقعا خیلی سرعت خوبی داره، نیروی خیلی خوبی داره، بازی کنه با هوش، با فکر، با تدبیر، یعنی حتی در موقع تسلیقی هم دسته بازم حواسش داره. این آقا ساسان که میخواد در آینده فوتبالیست بشه، باباش براش یک توپ چلسی که باید بخره یا دستش قرار نه نه بش بشین اینجا، بشین اینجا قشنگ هم یکی این آقا ساسان هم بازی کنه خوبی خواهد شد. البته شما باید نمیدونم یکی باید حتما تمرین شما بود، همونطور که ما آقا شایان به عنوان سرپرست و بقیه بچه باش هم کار میکردن همون کار رو بود میادن هر از گاهی میدن خیلی آقا پیجمان میاد رو کرد با خیلی به چشم دارم میاد بوده هم بسیار الان سو شمیم نیست، شمیم زاده سامان عظیمی نیست، جاش و خالیه واقعا دیگه میشه میان میرسیم به آقا لاهور. آلا ها تکنیکش بسیار بسیار عالی، فوق العاده، شما همه تون دیگه شاهد بودید، لاهو تکنیکی بسیار خوبی داشت. یه اما دار که همه متعدد بودید، یه اما چی بود؟ نه بگم البته خیلی خوب بود. ما اون موقعی که میدویدیم خیلی مثلا بیا هم رفته این خواهم اینو ارز کنم که واقعا من از همه خوبی از همه خوبی بچه ها تو همه مدتی هم که با هم بودیم خیلی خوش گذشت، صبح زود بلند می شدیم می رفتیم تا جنگلی ورزش می کردیم، می رفتیم تفاهم بگویدیم، بعضی موقع خانوادگی می رفتیم صبحونه می خوردیم، بسیار روزهای خوبی و ما باید سعی بکنیم که همیشه این نشاط رو در زندگیمون به وجود بیاریم، میدونیم سعی کنیم، چون من خودم شخصا به ورزش علاقه داشتم و از دوران طفولیت نوجوانی ورزش میکردم، وقتی این جمع شما رو میدیدم یا میمدید از من درخواست میکردید که فردا بریم، من حتی اگه دوی نصف شب هم میخوابیدم اما منتظر صدای زنگ شایان باور کنید، یعنی در هر شرایطی من آماده بودم، خودتون دیگه شاهد نتیجه بود. انشالله به همین منوال بدونید در آینده از فرصت ها در هر کجا که هستید فرق نمیشه، در هر دوده که هستی بدون همیشه این شادی رو میشوند در ورزش در دیگه خودتون بزنید، همیشه باید فکر بکنید که تنها هستید و خودتون باید همه کار رو انجام بدید، منتظر نباشید چه شو برای تو کاری هستید، اگر جمع بودید که بسیار آزید بیدید چشم بزنید زمینمون رو خیلی سریع پاش برداری کردن رو میخواد ساخته این سایی کنیم آنه نمیم کنیم تعمل کنیم شما میخواید برید من واقعا اصلا خاطبی من چی لحظه توی میکنم ما نمیتونیم بود واقعا نمیم من برای تک تکتون آرزو محفظی هستم، برای تک تکتون و همینطور که شایان و شمیم و با سامان که از دوتی مثلا تو مدرسه هست برای اونها هم همه بتونید هر جا هستی که همین چیزی رو تشکیز فرق رو همه یکی هست اگر هم هست هر جا بریم همین هست هیچ فرق نداره، این شما اعتباط کنید و اعتباط بکنید با اون رو به تازش پذیر باشه وقت رو وجود کنه میشه برای تک تک تو آرزو محفظه
هر کسی حرفی داره ما در خدمت آقا میادم هم به امید دیدار، به امید موفقیت در آینده های نزدیک همیشه خبرهای خوش و شادی و خبرهای موفقیت شما رو بشنوم. خدا حافظ.